بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیزی که همکنون بیننده شبکه یک سیما هستید. همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیزی که در حال حاضر شنونده رادیو ایران هستید. همانگونه که مستحضرید، ما امشب در یک گفتگوی زنده تلویزیونی و رادیویی در خدمت عالی رتبه ترین مقام اجرایی کشور، یعنی در خدمت جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری هستیم تا انشاءالله بتوانیم در یک گفتگوی گرم و صمیمی پیرامون موضوعات مختلف اقتصادی و سیاسی با ایشان به گفتگو بنشینیم. ضمن آرزوی قبولی عزاداری همه شما هموطنان عزیز در ایام تاسوعای و عاشورای حسینی و همچنین عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالگرد شهادت حضرت سجاد علیه السلام، از شما دعوت میکنیم بیننده گفتگوی اختصاصی ما با جناب آقای دکتر احمدی نژاد باشید. جناب دکتر عرض سلام، شب بخیر و خیر مقدم داریم. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اوانه و المستشهدین بین یدیه. بنده هم خدمت شما همکاران خوبتون، ملت عزیز ایران، هر جا که هستن، بینندگان سیما و شنوندگان صدا، سلام عرض میکنم. این ایام رو تسلیت عرض میکنم. سلامت باشید انشاءالله. خب آقای دکتر، اجازه بفرمایید ما گفتگوی خودمون رو با سوالاتی که تنظیم شده خدمت جناب عالی آغاز بکنیم. جناب عالی مستحضرید که بالاخره مردم بسیار مشتاق بودن و هستن برای گفتگوی امشب جناب عالی و شنیدن نقطه نظرات و تحلیل های شما. اگر اجازه بفرمایید ما یک سوال از حوزه سیاست خارجی و با موضوع هسته‌ای به دلیل اهمیتش مطرح بکنیم و بعد ایشالله بقیه وقت برنامه رو اختصاص بدیم به مباحث اقتصادی. آقای دکتر، توی حوزه سیاست خارجی و مشخصا موضوع مذاکرات هسته‌ای، دنیا شاهد مذاکرات موفقیت آمیز ژنو 3 از سوی جمهوری اسلامی ایران بود و اینکه بالاخره دور بعدی مذاکرات تثبیت شد و تصویب شد که در استانبول برگزار بشه. از طرفی دستاوردهایی که داشت برای ما و برای ملت ایران نشان دهنده حقانیت مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران بود و به نظر میرسه که دنیای غرب رو وادار به پذیرش این موضوع کرده و خواهد کرد. جناب عالی اگر ممکنه در این خصوص یک تحلیلی رو ارائه بفرمایید و بعد اینکه حالا در چنین فضایی باز ما شاهد ادامه تحریم ها از سوی برخی کشورهای غربی هستیم رو هم جناب عالی تحلیل بفرمایید. خیلی متشکرم. همونطور که اشاره کردید، بالاخره یکی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی بلکه سیاست بین الملل امروز مسئله هسته‌ای است. البته این مسئله هسته‌ای یه نماده، در واقع یک میاده، یک تقابلی بود بین نظام سلطه و دنیای سرمایه‌داری با اندیشه انسانی و توحیدی و ملت‌ها. ایران در محور جبهه توحیدی قرار داره و داشته است. بهانه هسته‌ای فرصتی بود که جلوی پیشرفت ملت ایران رو بگیره. خب راجع به هسته‌ای زیاد صحبت کردیم، اما میخوام فضای جدیدی رو من باز کنم در موضوع هسته. طی سالهای اخیر همه تلاش‌های دنیای غرب این بود که ایران هسته‌ای نشود. تمام سیاست‌ها، تحریم، قطعنامه، فشار، تبلیغات، هسته‌ای نشود. خب این شکست خورد. سیاست شکست خورد. ایران هسته‌ای شد. می‌ذارن هسته‌ای است. حالا دو تا راه در مقابل کسانی که اون سیاست‌ها رو اعمال کردن وجود داره. دیگه ادامه این سیاست هست. خب این سیاست که شکست خورده تا الان، ادامهش هم قطعا منجر به شکسته. اولا نتونستن جلوی هسته‌ایشون ایران رو بگیرن. هسته‌ای شد، تمام شد. در این مقطع ما پیروز شدیم. نه مقصد ما پیروز نشیم، ما پیروز شدیم، تمام شد. ضمن این که تحریم ها و قطعنامه ها هم اثر نکرد، بلکه تبدیل شد به یه فرصت و انگیزه حرکت و سرعت پیشرفت ایران رو مضاعف کرد و بیشتر کرد. این یه راهه.
خب اگر این مسیر رو بخوان ادامه بدن نتیجه از قبل معلومه. یه راه دوم هست که تقابل تبدیل بشه به تعامل و همکاری. ما از اول دنبال این راه بودیم، از اول میگفتیم که آقا چرا تقابل میکنید، بیاد همکاری بکنید، هم در زمینه هسته‌ای هم در زمینه اقتصادی، در مسائل بین الملل، بالاخره موضوعات جهانی مشترکه، تبعاتش هم همه تحمل میکنن، بشینیم با هم همفکری کنیم این مسائل رو حل کنیم. میتونیم تو زمینه هسته‌ای هم با هم همکاری کنیم به جای تقابل. این مذاکراتی که ژنو انجام شد به نظرم مذاکرات خوبی بود، یعنی گرچه نماینده ایران بالاخره حرفا رو درست زد و بجا زد و قاطع زد، اما در مجموع جلسات خیلی خوب بود. من با دقت صورت مذاکرات رو مطالعه کردم، نکات مثبت دیدم در اون. به نظرم وقت شده که دیگه سیاست تقابل از جانب اونها تبدیل بشه به سیاست تعامل. این به نفع هم است. اگر ما بریم به سمت تعامل همه برنده، دیگه بازنده و برنده است. ما میخواستیم از اول همه برنده باشن، در یه برد بریم، در یه همکاری سازنده همه برندن، همه پیروزن. درست. چرا وارد یک عرصه بشیم که هم حقی رو بخوام از ملت ها ضایع بکنیم و هم نتیجه نگیریم؟ خیلی بده. رفتار قابل دفاعی نبود، محکوم بود. حالا که شاید عوض شد، بلکه سیاست شکست خود، ایران هم هسته‌ای شد، باید هم بپذیرن. بهترین راه برای همه حرکت به سمت همکاری است. من رگه هایی رو در این مذاکرات دیدم، ما در این مسیر حرکت میکنیم. امیدوارم در گفتگوهای استانبول، بعد برزیل، بعد تهران برسیم به یک چارچوبی برای همکاری. این به نفع همه است، حیثیت همه هم حفظ میشود. عدالت و قانون و حق هم همینه. بالاخره یه ملت باید بتونه از حقوق قانونی خودش استفاده کنه و استفاده کرد و خواهد کرد. استفاده از اهرم‌های غیرقانونی، اهرم شورای امنیت، اهرم اینم اقتصاد، اینا کار درستی نیست، اونم در برابر یه ملت بزرگی مثل ایران. من امیدوارم که بریم به سمت تفاهم و همکاری. حتما ملت ایران از همکاری استقبال خواهد کرد. ما دوست داریم همکاری بکنیم، چرا تقابل؟ این انرژی که صرف کردن برای تقابل اگه صرف می‌کردن برای همکاری حتما سود بیشتری می‌بردن. امروز هم توصیه می‌کنم به اونها که بیان به سمت تعامل. ما آماده هستیم که این روند تغییر بکنه به نفع همه انشالله. خیلی متشکریم آقای دکتر. اجازه فرمایید دیگه وارد بحث قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای اون بشیم در حضور جناب عالی. مردم بی صبرانه منتظر اجرای هرچه سریعتر این قانون هستند. اگر ممکنه جناب عالی قدری در خصوص ابعاد قانون برای بینندگان عزیز بفرمایید، اگر چه در این مدت اطلاع رسانی های خوبی شده، اما شنیدن اون از زبان جناب عالی برای مردم اطمینان بخشتر و امیدآفرین تر خواهد بود انشاءالله. و قدری در خصوص تأثیرات اجرای این قانون بر شکوفایی اقتصاد کشور بفرمایید. خب قانون اجراش از دو سه سال قبل شروع شده. درست. به طور رسمی هم از امسال. خب از 5 سال قبل مقدمات و مطالعات و طراحی ها، از بیش از 2 سال قبل هم که لایحه به مجلس محترم داده شد. خب از امسال قرار شد به طور رسمی قانون اجرا بشه. این طرح بزرگترین طرح اقتصادی کشوره و البته مردمی ترین طرح اقتصاد کشور. انرژی و ثروتی که در کشور هست متعلق به مردمه، مال خود مردمه. ما فکر میکنیم بهترین حالت برای مدیریت ثروت ملی مدیریت عمومی مردمه، یعنی مشارکت دادن مردم در اداره کشور و در مدیریت ثروت ملی. خب قبلا رو به هدفمند کردم با مردم زیاد صحبت کردیم. یکی از بخش‌هایی که یارانه بسیار زیادی رو به خودش اختصاص داده و یارانه اصلی رو در کشور بخش انرژی است. انرژی ثروت خدادادی است، مال همه ملت، مال نسل‌های پی در پی هست. اینو باید به بهترین نحو استفاده کنه.
امروز متاسفانه به دلایل گوناگون این درست استفاده نمی شود و آثارش در اقتصاد ما آثار سازنده نیست. بذارید من یه چند تا عدد رقم بگم مردم عزیز ما در جریان باشن. نزدیک به امروز، نزدیک به معادل 6.5 میلیون بشکه نفت و گاز در کشور تولید میشه. یعنی معادل 6.5 میلیون بشکه نفت، نفت و گاز تولید میشه. یعنی گاز رو هم تبدیل بکنیم به نفت. 2,300,000ش صادر میشه. 4,200,000ش در داخل مصرف میشه. امروز نفت بشکه چقدره؟ 85 دلار. درست. ضرب در 4,200,000 بکنی 365 روز یه چیزی بیش از 120,000 میلیارد تومان ما داریم انرژی مصرف می‌کنیم. بیش از 4 برابر حدود 4 برابر متوسط دنیا. بله. اما ببینید ما بیش از 4 برابر متوسط دنیا رفاه نداریم. درست. یعنی رفاه ما معادل 4 برابر نیست، بلکه تقریبا معادل متوسط دنیاست. 4 برابر مصرف میکنیم، چه اتفاقی میفته؟ کجا میره این؟ این باید در قبیل رفاه مردم باشه. درست. چرا نیست؟ چند تا اشکال وجود داره. یکی اینه که اسراف زیاده، مصرف اضافی است که بدون اون هم میشه همین سطح رفاه رو حفظ کرد. اشکال دوم اینه که بهینه مصرف نمی کنیم. این اگه ما 10 تا لامپ 6 تاشو خاموش کنیم 4 تا، باز اون 4 تا لامپمون کیفیت استاندارد نداره. یه کارخونه یه تن سیمان تولید میکنه با یه مقدار انرژی مشابه این در یه جای دیگه با نصف این انرژی همین سیمان رو تولید میکنه. حالا مثال زدم. بله. سیمان کل کارخونه جان در خودرومون، در گرمایششون، در سرمایشمون، مصرف خانگی، صنعتی، تجاری، خیابان اضافه مصرف میکنیم. علاوه بر اینکه اسراف میکنیم بهینه مصرف نمیکنیم. لوازم خانگیمون، لوازم صوتی تصویریمون، اینا مصارفش بالاست. سوم اینکه همین مقدار که مصرف میکنی عادلانه توزیع نمیشه. یعنی همین رفاه هم عادلانه توزیع نمیشه. بعضیا 20 برابر، 30 برابر، بعضیا 1/3. درست. یعنی فاصله طبقاتی درست میشه. یارانه میدیم که عدالت باشه، فاصله ها پر بشه. همین اتفاق نمیفته. حالا ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. ما 4 برابر متوسط دنیا مصرف میکنیم. یعنی میتونیم به نقطه برسیم که با 1/4 همین رفاه رو داشته باشیم. هرچی از 1/4 رفتیم بالا باید رفاه بیشتری داشته باشیم. بله. درسته. من نمیگم 3/4 رو صرفه‌جویی کنیم و بهینه‌سازی کنیم، اصلاح کنیم. من میگم فقط 1/4 این 120,000 میلیارد تومان رو صرفه‌جویی کنیم. به هیچ کس فشار نیاد. همین سطح رفاه رو حفظ کنیم. همه رعایت کنیم. اونی که باید خودروشو تنظیم کنه، مصرفشو کاهش بده، موتورخونهشو درست کنه، پنجره رو ببنده، برق اضافه رو خاموش بکنه، بی جهت وارد شبکه ترافیک نشه. بله. یه چهارم 120,000 میلیارد میشه چقدر؟ میشه 30,000 میلیارد. خب مردم وقتی مصرف نکنن ما اینو صادر میکنیم دیگه. صادر شد، پولش مال کیه؟ مال ملته. برای اینکه بدونیم 30,000 میلیارد تومان در یک سال یعنی چه، من میخوام چند تا عدد رقم بدم. خواهش. ببینیم کل بودجه عمرانی ما در سال گذشته که در تاریخ کشور بی‌نظیر بوده. دولت چقدر کار کرد سال گذشته؟ چقدر راه آهن، مدرسه، بیمارستان، بندر، شهرسازی، آسفالت راه روستایی، جاده ها رو ساخت، بزرگراه ها رو ساخت. بیشترین رقم کار عمرانی تاریخ کشور سال گذشته بود. همه بودجه عمرانی سال گذشته ما 20,000 میلیارد تومان. یعنی اگر همت عمومی بکنیم 1/4 رو صرفه‌جویی بکنیم اون بودجه عمرانی میشه 2.5 برابر.
حالا این صرفه‌جویی رو اگر بخوام استفاده کنیم چه اتفاقی میفته؟ فرض کنیم که ما این 30,000 میلیارد تومان رو ببریم تو بخش مسکن. مال ملت دیگه. درست. واقعا تحول بزرگی میشه. ما همین رو بزنیم تو بانک، بگیم آقا وام 0% بده به مردم. اقلا 1,400,500,000 مسکن شهری روستایی با این ساخته میشه. با وام قرض الحسن. علاوه بر این چیزی که الان داره ساخته میشه ها. درست. الان بالاخره الان سالی 1,300,000 درست. دیگه کسی بی مسکن میمونه در کشور؟ نه دیگه. با بافت فرسوده باقی میمونه؟ نه. یک سالشو فقط ببرید. اگر من تو کشاورزی دیگه زمینی میدونه میمونه که آبیاری تحت فشار نداشته باشه. یک پارچه سازی اراضی، کشت، داشت، برداشت، همش میشه مکانیزه. تولید ما در واحد صد به دو برابر میرسه. بخوام آب کشاورزی رو با این تامین کنیم. تمام سدهای کشور تمام میشه. شبکه‌های آبیاری همش تمام میشه. ببینید با همین یه سال اینا بعد ببین چه اتفاقی بعد از اون میفته در کشاورزی کشور. اینو یه سال ببریم تو صنعت. بله. تمام پروژه‌های نیمه تمام تمام میشه. به اندازه همون رو ما ساخته میشه. اینو ببریم تو عمران شهری و حمل و نقل. تمام بزرگراه‌های شهری، متروها، قطار شهری‌ها، اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها همه نوسازی میشه، اضافه میاد. من فقط دارم راجع به یک سال حرف میزنم. بله. ببریم تو حمل و نقل برون شهری. ببریم تو راه آهن سازی. الان ما 12,000 کیلومتر ساخت راه آهن توی برنامه‌مون هست. 12,000 کیلومتر یعنی 20% بیش از کل تاریخ راه آهن کشور. 25%. یعنی هرچی راه آهن داریم یک ماه از 25% اضافه بر اون درست کنیم. به 30,000 میلیارد تومان نمیرسه. تمام آزادراهای کشور رو درست کنیم. یعنی بیش از 7,500 کیلومتر آزادراه میشه با این ساخت. به این رقم خیلی رقم بالایی است. ما اگر هیچ کاری نکنیم در این هدف فنگ کردن، مردم توجه کنن به این ثروت ملی، یه ذره سر یک چهارمش صرفه‌جویی کنن و این به راحتی قابل حصوله. الان خوشبختانه صدا و سیما کارهای خوبی میکنه، آموزش میده، این بیا تو درس مدرسه، تو درس دانشگاه. این ثروت ملی است در دنیا برای 1,000 میلیارد تومانش کلی برنامه ریزی میکنن. این 30,000 تاست. یه ذره همت کنیم، سیستممون رو عوض کنیم، روش کارمون رو عوض بکنیم، نصفش میشه صرفه جویی کرد. اون وقت ایران به کجا خواهد رسید؟ اون پیشرفته ترین کشور دنیا میشه و این شدنی است. بله. خب در این به خاطر اهمیت این موضوع دولت وقت زیادی گذاشت. ما سعی کردیم تمام توان کارشناسی کشور رو وسیج کنیم. از چند سال قبل اومدیم تمام جهات رو دیدیم که اگه ما بخوام این یارانه رو هدفمند کنیم، یعنی بذاریم در اختیار مردم، بگیم مردم این در اختیار شما، مال خودتونه، تو جیب خودتون، شما مدیریت کنید، شما تصمیم بگیرید کجا مصرف کنید. همه ی جهات رو ما دیدیم، تأثیرش در حمل و نقل، تأثیر در کشاورزی، تأثیر در صادرات، تأثیر در تولید، تأثیر در صنعت، تأثیر در زندگی تک تک مردم، دهک‌های درآمدی در روستا، در شهر، دامدار، کشاورز، کارگر، اونی که کارگر فصلی است، کارمند، همه اینا رو اومدیم بررسی کردیم. یه برنامه‌ریزی جامع دولت تهیه کردیم. بسته‌های گوناگون تهیه کردیم. مشغول مذاکره هستیم و کارا رو جلو بردیم با صنعت، با بازرگانان، با کسبه، با کشاورزان، دامداران، تجار، صادرکنندگان، حمل و نقل، درون شهری، بیرون شهری، همه اینا رو بردیم جلو. برای اینکه این تر خوب شروع بشه و با کمترین شوک و تنش در زندگی مردم، گرچه حالا عرض میکنم همه پیروزن در این تر، ما یه کارای اضافی هم انجام دادیم. بله. مثلا چیکار کردیم؟ یک ماه بنزین اضافه اعلام شد، البته یه مقدار کم کردیم، 60 لیتر شد 50 لیتر. برای شبکه حمل و نقل بیرون شهری و اونایی که نفت گاز مصرف میکنن، گازوئیل، برای اونا هم تا حدود 10 روز با قیمت قبلی تو کارتشون شارژ میشه. سهمیه جدید رو 2 ماهه گفتیم شارژ بکنید.
پمپ بنزین‌های کشور و پمپ گازهای کشور همه مجهز شد به سیستم‌های کارتخوان که معلوم لازم پول هم بکنن، برن از هر حسابی تو هر بانکی دارن بپردازن. یعنی سیستم‌های اداری کشور داره عوض میشه به مناسبت همین ترهدف کردن یارانه. برای آب و برق و گاز پلکانیش کردیم باز، یعنی همه تشویق شدن بیان پایین، هر کس یه پله اومد پایین بلافاصله اثرش رو تو زندگیش ببینه، سه تا پله اومد ببینه. خب حساب مردم شناسایی شدن، ثبت نام کردن، حساب ها باز شد. این یه پروسه بسیار پرحجم گسترده پیچیده، این الان انجام شده. دو ماه هم تو حساب مردم پول هست، همه بانک ها آماده هستن، سیستم دولت آماده باش هست برای اینکه بتونیم این کار قشنگ انجام بدیم و شیرینیش تو کام همه مردم بمونه. اما چه اتفاقی تو زندگی مردم میفته؟ با محاسبات ما 6 دهک از همون روز اول به لطف خدا وضعشون بهتر میشه. 2 دهک باید خود صرفه‌جویی کنن، 2 دهک هم باید یکم بیشتر صرفه‌جویی کنن. بالاخره خیلی دارن زندگی مرفه بازه بدون هیچ کنترلی. این که خوب نیست، به نفع خودشون هم نیست. این باز بودنش رو خورده کنترل کن، یه ذره هزینه هاشون رو محدود کنن، مصرفشون رو محدود کنن. اونا میپیوندن به این جوری که گرچه با اصلاحات اساسی که در اقتصاد انجام خواهد شد همه سود میبرن، با این سیستم صنعت ما بهینه میشه. قیمت تمام شده یه صنعت میتونه رقابت کنه با قیمت‌های جهانی. الان نمیتونه رقابت کنه برای اینکه هزینه تمام شده بالاست. چرا بالاست؟ برای اینکه انرژی ارزان بوده. کسی فکر رو بکار، فکرها کم به کار افتاده، فکر ایرانی، هوش ایرانی که دنیا رو زیر رو میکنه، فکر ایرانی که یه فرصت پیدا میکنه، ماهواره هوا میکنه، هزاران دانشمند تحویل میده، این معطل شده به خاطر اینکه یارانه ارزان اومده تمام چالوچوله ها رو پر کرده. الان ما میخوام بگیم نخیر، چالوچوله رو باید با همتت، با فکرت پر کنی، با بهینه‌سازی سیستمات پر کنی، با مدیریتت پر کنی، بعد بتونی تو دنیا رقابت کنی. سند متحول میشه، رفتار اقتصادی متحول خواهد شد. این محاسبات الان صرفاً بر مبنای همون 1/4 صرفه‌جوییه؟ اصلاً نه. ما گفتیم فرض کنید. این دیگه همت مردمه. حالا از خواهم کرد مردم نصفش رو صرفه‌جویی کنن. درست. ببینید کسی صرفه‌جویی میکنه دو تا سود میبره. یک، این منابعی که ما دادیم بهش میمونه تو جیبش. درست. دو، اون مقدار صرف جویی رو ما صادر میکنیم، پولش دوباره برمیاد تو اقتصاد، همه مردم سود میبرن. آقای دکتر خانم جناب علی، وقتی واژه مردم رو به کار میبرید، منظورتون به اصطلاح نهادهای دولتی که انرژی بر هستن و مثلا بحث حمل و نقل های دولتی، بحث انتقال انرژی که الان توش ما پرتایی داریم، همه منظور دیگه. البته ما برای بخش دولتی و مصارف عمومی مثل دولت از همه اول کار قیمت آزاد کردیم. ببینید ما بیشترین فشار رو آوردیم به دولت، کمترین فشار رو به مردم. درست. دقت کنید، برای اینکه تمال مردمه، همین رو باید صرفه‌جویی کنن. همونا برگردیم به اون بحث اول، 4,200,000 معادل 4,200,000 بشکه انرژی مصرف میکنیم. هر چقدر کمتر مصرف بشه چه اتفاقی میفته؟ صادر میشه. صادر شد چی؟ میاد تو اقتصاد ملی. بنابراین هر کس، حتی اونی که داره آزاد مصرف میکنه، میگه آقا من مثلا لیتری فلان میدم دیگه، بذار هر چقدر میخوام مصرف کنم. نه، چرا هر چقدر مصرف کنم میسوزه، میره بالا، میشه آلودگی تهران. درست. که بعد باید 2 برابر همین هزینه بدیم آلودگی رو برطرف کنیم. ببینید میشه ترافیکای سنگین. هر کس هر جا هست، هر مقدار میتونه صرفه جویی کنه، دو تا سود میبره. اولا یارانه که رفتیم به حسابش، مقدار بیشترش میمونه تو جیب خودش، از خودش، مال خودش، ثروتشه. دو، صرفه جویی صادر میشه، میشه اون 30,000. اگه نصفش رو صرفه جویی کنیم میشه 60,000. اتفاقای بزرگی میفته. این اولین طرحی است که مال مردمه و همه مردم الان خواهانن که اجرا بشود. یعنی که مردم آگاه و هوشیاری هستند، میفهمن منافع این طرحو. الان مردم دارن فشار میارن آقا اجرا کنید، ما پذیرفتیم اجرا بکنید. درست. و جالب، وقتی مردم بپذیرن دیگه تبعات منفی هم تقریبا نداره یا به حداقل خواهد است.
بله ان شاء الله. آقای دکتر برای اجرای بهترش فکر میکنید که الان دیگه مردم چه مقدار میتونن به دولت کمک بکنن؟ ببینید بالاخره اطلاع رسانی های زیادی شده. فرمایشات جناب عالی رو در گفتگوهای مختلف تلویزیونی مردم شنیدن. منتظر هستن که این قانون اجرا بشه و واقعا هم همه عزم و اراده ملی در کشور به وجود آورده این قانون اجراش و الان مردم منتظرن ببینن واقعا دیگه چه تکلیف دیگه ای دارن که مثلا انجام بدن که این کار انشالله هرچه سریعتر بهتر و انشالله کام مردم رو شیرین بکنه. ببینید این یه راهیست که ما شروع کردیم. بله. با به اصطلاح این اقدام گام آخر مرحله اول تقریبا ما وارد یه شرایط جدید اقتصادی میشیم. ما فکر میکنیم اقتصاد مردم باید اداره کنن. ثروت ملی را مردم باید مدیریت کنن. این آغاز راهه. ما باید برسیم به نقطه ای که رفتار تولید کننده ما، رفتار حمل و نقل کننده ما، رفتار مدیر ما، رفتار مصرف کننده ما کاملا دگرگون بشه. قدر ثروت و نعمت الهی رو بدونیم تا قطرش رو. همون چیزی که در دنیا هست. ما الان آب کشور کم آبی هستیم، کم بارشیم تو دنیا رو که 250 میلی متر 50 ساله که حالا امیدوارم خدای متعال برسونه امسال هم بارش کم داریم، اما همین 250 میلی متر درست استفاده نمی کنیم. حد اکثر راندمان ما 1/3، یعنی با همین آب میتونیم 3 برابر تولید فعلی تولید داشته باشیم در کشور. 3 برابر تولید فعلی، شما نگه 3 برابر تولید کنیم چه رفاهی در کشور درست میشه، چه آیندهی برای فرزندان درست میشه. اینا واقعا شدنیست. بعضی فکر میکردن نشدنیست، هی متوقف کردن. شدنیست، این مردم میتونن کارهای بزرگ. ما تازه شروع کردیم. اما نکاتی که من خواهش میکنم بکنم از مردم، اولین خواهش من از مردم اینه که ما باید با هم باشیم، نسبت به هم دلسوز باشیم، با محبت باشیم. یه خانواده ایم، یه ملتی. زیبایی زندگی، سعادت در اینه که همه هم دیگر رو دوست داشته باشیم، نسبت به هم با رحمت برخورد کنیم تا رحمت خدا هم نازل بشه. اگه یه ملتی نسبت به هم رحیم باشن، هم دیگر رو دوست داشته باشن، مراعات هم رو بکنن، خدا هم مراعات میکنن، باران میاد، برف میاد، نعمت میاد، برکت خواهد اومد. خیلی بده کسی فقط به فکر خودش باشه. کسی به فکر خودش باشه کجا میخواد بره، چیکار میخواد بکنه؟ بدتر از اون کسی که به فکر خودشه اون کسیست که از خلاها و تحولات سوء استفاده میخواد بکنه. کجا میخواد بری؟ ما چه خبر داریم از آیندمون؟ ما چه میدونیم صد یک کجا هستی؟ زیبایی زندگی به انباشتن نیست، به درست استفاده کردنه. زیباترین زندگی رو کسانی میکنن که برای دیگران زندگی میکنن. امام حسین علیه السلام برای کی زندگی کرد؟ همه وجودش رو فدا کرد برای جامعه. خب بالاترین زندگی و کیف و عشق رو امام حسین علیه السلام کرد. انسان‌های وارسته بالاترین لذت زندگی رو می‌برن، از همه چیز زندگی استفاده و لذت می‌برن و بهترینش رو می‌برن. خب باید ما مراعات همدیگر رو بکنیم. یه جای یک کسی مثلا یه سرصدایی میشه زود دوزا بذاره رو قیمتش. چرا؟ برای چی؟ مقیاسمون باید ملی باشه. اون کاری که ما میخوام انجام بدیم، ببینیم اگه 75 میلیون انجام بدن چه اتفاقی میفته و انعکاس کار ما برگشتش به زندگی خودمون چی میشود. مراعات هم دیگه رو بکنم. من میخوام یک نکته رو اینجا بگم. این پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول پول ویژه است. این مملکت، مملکت امام زمانه. همه چی متعلق به امام زمانه. این بیت الماله. این پول پول امام زمانه. پول با برکته. پولیست که زمینه رشد جامعه است. پول حلال و پاکه. مراقب باشیم اولا اینو با پول دیگه ای که خرابش نکنیم دیگه. خراب نشه، خراب شد دیگه اثر نداره. ما معتقد به برکتیم. برکت یعنی چی؟ برکت از عدالت میاد. هر جا عدالت بشود برکت میاد.
برکت یعنی چی؟ یعنی هر پدیده‌ای در جای خودش قرار بگیره و شکوفا بشه، همه استعدادهاش رو بروز بده. بذارید مثال بزنم براتون. یه نهال رو میخوام بکاریم، یه موقع این نهال رو میبریم در یه زمینی که اون زمین با این نهال سنخیت نداره، آبش رو مناسب نمیدیم، نورش مناسب نیست، نگهداریش مناسب نیست، این نهال پژمرده میشه، ثمر نمیده. باید 100 کیلو میوه خوب بده، 20 کیلو میوه پلاسیده میده. اما ببریم همینو توی زمینی بذاریم که با این سنخیت داره، جهت نورش رو تنظیم کنیم، آبش رو به موقع بدیم، به موقع هرس بکنیم، این منفجر میشه، همه استعدادهای خودش رو میریزه بیرون. در فصل شکوفا زیباترینه، در فصل میوه دادن بهترین میوه ها رو میده. عدالت یعنی هرچون اون جای خودش. این پول یه گام بلند در جهت عدالته، این پول مال مردمه. آقای دکتر چه توصیه داری برای استفاده از این پول؟ این پول مال مردمه، اومده تو جیبش، حالا مردم درست مصرفش کنن. اولا توصیه میکنم که بلافاصله مراجعه نکنید به بانک، این پول هست. دو ماه هم ما ریختیم که خیال مردم راحت بشه. ببینید این تر ادامه داره، ده ها سال به فضل الهی جوریست که هیچکی دیگه نمیتونه این تر رو لغوش کنه. این تر مال مردم، همطور نسل های پی در پی از این استفاده خواهند کرد. اولا عجله نکنه، این 3-4 ماه 6 ماه اول مهمه. اگه مردم زود بگیرن وارد بازار بشن، این بازار رو به هم میزن، به هم زد ضررش دوباره میره تو چشم مردم، تو جیب مردم. چرا ضرر کنه؟ این پول مال خودتونه، نگه دارید. صنعت، خدمات، بانک ها، بخش های گوناگون، بازار بسته های خوبی پیش بینی کردن، در بعضی بخش ها قرار قیمت رو بیارن پایین، تسهیل کنن خرید فروش رو. خب نگه دارن، حوصله بکنن، ما در خدمت شما هستیم، با هم میریم جلو، اتفاقی افتاد ما جبران میکنیم. ببینید اولا عجله نکنیم، به خصوص الان که فردا میخواد شروع بشه، این آخر ماه کارمندان میخوان برن حقوق بگیرن، بانک ممکنه معلوم برن تو صف وایسن. چرا؟ این تو حسابتون هست. بعد برای استفاده از این پول مردم باید برنامه‌ریزی کنن، چون بالاخره گام‌های بعدی داره، این حداقل به 2 برابر میرسه. این پولی که تو حساب مردمه، ان شاءالله در گام‌های بعدی ما سعیمون اینه که بیشترینو بدیم به مردم، حداقل به 2 برابر میرسه. یه پول خوبی است تو خانواده. از کی آقای دکتر این اتفاق خواهد افتاد؟ ببینید الان که ما گذاشتیم، گام بعدی رو ان شاءالله سال آینده اجرا میکنیم. خوشبختانه در این تر همکاری های خیلی خوبی بود، حالا من آخر عرض خواهم کرد. یکی از همکاری خوب نمایندگان محترم مجلس بودن، واقعا همراهی خوبی کردن. ان شاءالله در بودجه سال آینده هم همراهی میکنم، ما گام بعدی رو برمی‌داریم ان شاءالله. و همین طور پوج قانون پیش بینی کرده، گام ها رو برمی‌داریم، امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن این اتفاق بیفته، حداقل به 2 برابر میرسه. اگر اون چیزی که تو نیت منه قوانین اجازه بده و راه باز بشه، بیش از اون خواهد شد ان شاء الله. عنایت کنید، ما فکر می‌کنیم ثروت بدیم دست مردم، بهتر مدیریت می‌کنن تا دست من باشه. وقتی بیاد تو سیستم دولتی، هزینه ها میره بالا، بهره میاد پایین. دست مردم باشه، مردم خودشون تولید می‌کنن، سرمایه‌گذاری می‌کنن. حالا این پول رو نگه دارن، بخشش رو پسنداز کنن برای آینده بچه هاشون. بورس قراره بسته هایی رو بده، بانک ها بسته هایی رو بدن، صنعت بسته هایی رو بده، سرمایه گذاری بسته هایی رو بده، حوصله کنن برن تو اینا بخش رو بذارن. اصلا 2 ماه دست نگه دارن، قبض گاز و آب و برق و اینا بیاد، حساب کتاب کنن، برای کاهش مصرفشون یه مدیریت تنظیم کنن، تمام اعضای خانواده بشینن دور هم مشورت کنن، آقا چه کار کنیم مصرف برقمون بیاد پایین، گازمون بیاد پایین، بنزینمون بیاد پایین، آبمون بیاد پایین، همه هم فکری کنن. این خیلی چیز قشنگه، بذاریم بچه‌ها تو خونه مدیریت اقتصادی رو یاد بگیرن، مشارکت اصلا مدیریت رو یاد بگیره که مفاهیم اقتصادی رو یاد بگیره، فردا میخواد بیاد بشه مدیر یک کارخانه، بشه مدیر یک مغازه، بشه مدیر یک بخش صنعتی، بتونه اداره بشه، مدیر کشاورزی، بعد یاد بگیره تو خونه. این فرصت خوبی است، بذارم قبضا بیاد، بعد ببینن چقدر مازاده، چقدر سا ماه بعد میتونن کم کنن، اضافه کنن به اون مازاد، برای اون مازادش برنامه ریزی خوبی داشته باشن. البته مردم توجه داشته باشن، ما یه واریز دوم هم تو همین مرحله اول داریم، تو همین مرحله مجدداً انشالله برای نان، چون نان مهمه،
ما البته بخشش رو دیدیم تو اون مرحله اول، اما چون به نظر ما نان مهمه و ما میخوایم مردم نان خوب بخورن، انشالله نفری 4000 تومان دیگه هم به ازای هر ماه میریزیم. تاریخش هم مشخص میفهمم، همین هفته میریزن. بله همین هفتهش در روزه میریزن دیگه، این مال مردمه دیگه. میریزیم تو همین دو ماهشون، مال خود مردمه. 8000 تومان به ازای هر نفری ما خواهیم ریخت. ببینید تو نان چه اتفاقی میفته. ما الان بیش از 4000 میلیارد تومان یارانه میدیم، بیش از همین مقدارم مردم پول میدن برای خرید نون. اتلاف نون هم خیلی بالاست، اتلاف کیفیت پایینه. این دوتا رو رو هم بذاریم، مردم بهترین نون رو باید بخورن، تازه بخشش هم اضافه میاد، میمونه تو جیبشون. اتلاف نان از بین میره، ما گندم میتونیم صادر کنیم، صادر شد دوباره میاد تو جیب خود مردم، که دوباره میاد خرج مردم میشه، یعنی جایی نمیره که، همش مال خود مردم هست. من توصیه‌ام به مردم عزیز اینه که همطور که اعتماد کردید به ما تا الان، اعتماد کنید. ستاد هست در مرکز، در تمام استان‌ها، در تمام شهرستان‌ها. ما کنار شما هستیم، اطلاعیه رو میدن، فقط اطلاعیه رو توجه کنید. بله. ممکنه فردا یکی بگه فلان جنس قرار بشه اونقدر، نه چرا بشه، ممکنه. عدالت مخالف داره داخل و خارج. منم بعضی از این رسانه‌های بیگانه چو سخنرانی میکنن علیه انتر، ناراحتن، نمیخوان ایران پیشرفت کنه، نمیخوان ایران بشه الگو، الگویی بشه که درش فقیر نباشه، یعنی کشوری که درش فقیر نباشه، همه شاد باشن، همه مرفه باشن. این آرزوی ماست، و هیچ وقت شیاطین اینو نمیخوان. این یه گام بلنده در این جهته، ناراحتن. ممکنه بخوان نگران کنن مردم و فضا سازی کنن، بعضیا ممکنه متوجه نباشن، تحریک بشن، با اینا یه اقدامی در اقتصاد انجام بدن، یه جنس 100 تومانی 20 تومان اضافه بذاری روش. برای چه میذاری روش؟ حالا دکتر تو همین قسمت با صنوف چه هماهنگیایی شده یا چه نظارت هایی روی عملکرد صنوف دولت داره؟ بالاخره صنوفی که ممکنه یه جاهای همراهی نکنه. خوشبختانه اصناف همکاری خیلی خوبی کردن، خودشون ستاد درست کردن در تمام استان ها، شهرستان ها، دارن همکاری میکنن، آموزش دادن، تشریح کردن، سوالات پاسخ داده شده. الان همراهی خیلی خوب است. البته خود صنوف و اتحادیه های صنفی، شورای اصناف، واحد نظارت تأسیس کردن در تمام ایران. یه واحد نظارت که وزارت بازرگانی داره، اینا با هم هماهنگن و نظارت خواهند کرد به تمام بخش ها. اما من فکر میکنم بالاترین ناظر خود مردم هست. بهترین حالت اینه که هر جایی جهش اتفاق افتاد مردم دست نگه دارن، خرید نکنن، چه خدمات چه کالا، اطلاع بدن. مأمورین ما میان، اگر ناشی از کمبود کالا باشه جبران میکنن، اگر خدایی نکرده یک به اصطلاح رفتار نامناسبی شده باشه اونم باش برخورد میکنن. و آقای دکتر فکر میکنید رسانه ها الان چه به اصطلاح وظیفه و رسالتی رو دارن؟ تا الان بفرمایید که از عملکرد رسانه ها در خصوص معرفی این قانون و اجرای اون رضایت دارید یا نه، و اینکه در آینده فکر میکنید رسانه ها باید چه همکاری بیشتری با دولت داشته؟ همه مهمن در این طرح، صنعتگران، کارگران، دامداران، کشاورزان، تجار و بازرگانان، کسبه و پیشه‌وران، معلمین و فرهنگیان، دانشگاهیان، اساتید، دانشجویان و دانش آموزان، همه مهمن. اهالی رسانه خیلی مهمن. من خواهش میکنم از همه مردم، ببینید دنیا داره ما رو نگاه میکنه الان. ما ایرانیم، ما فرق میکنیم با دیگران. تحولات ایران تحولاتیست متوجه همه دنیاست. آینده قضاوت خواهد کرد. ما امروز داریم تاریخ فردا رو میسازیم، درست داریم زندگی آینده رو میسازیم، به خصوص بزرگترا. باید از خودمون اثر ماندگار قابل دفاع و زیبا جا بذاریم. ببینید همه باید دست به دست هم بدیم. من راننده ها بذارید بالاخره این اصلا من بشب باید مطرح کنم، عجله داریم تموم شد بس. ببینید راننده ها یه فرصتی پیدا شده که قدر کارها شناخته بشه. وان یکی از زحمت کشترین و پاکترین اقشار جامعه راننده هست. شما یه راننده بیابونی چی میکشه؟ بخش مهمی از اقتصاد کشور داره اداره میکنه، اما چجوری کار میکنه؟ شما میدونید انظر بدن، ارگانیسم بدن
بهترین وقت خواب و لذیذترین وقت خواب 11 تا 1 و نیم 2 شب. یه شب آدم نخوابه فرداش گیج، بعد اضافه بخوابه 2-3 روز گیج. حالا اگه شد 3 روز پشت سر هم، شد 5 روز، یه راننده 30 سال 40 سال، ما جلسه داشتیم با رانندگانی که من 46 سال راننده و شب تو بیابونم، حالا ماهی 2-3 شب ممکنه بزنن بیان پیش خانوادش، و اینا دارن شبکه خونرسانی کشورن، شبکه کالرسانی مثل شبکه خونه در بدن. چطور شبکه خون یه لحظه تعطیلی نداره دیگه؟ همینطوری داره پمپاژ میکنه به هر سلولی به موقع به اندازه میرسونه. اینا همین کار دارن انجام میدن، با زحمت، تو سرما، تو گرما، تو بیابون تنها، باید همینطوری ساعت ها بره. بعضی وقتا بعضی جاده های ما امکانات رفاهی هم که نداره، یهو 3 ساعت باید همینطوری پیوسته تو کویر را بره. بابا یه آبی یه چیزی خسته میشه، بالاخره یه نواری میذاره، یه سخنرانی میذاره، یه سرودی میذاره، با تمام میشه، یعنی آب میشه دوباره تکرار. به چی فکر کنه؟ به این موضوع فکر کنه، با تمام میشه، به این موضوع فکر کنه. حالا بیا پنچر کن وسط زمستون کولاک، زنجیر ببند، برو بیا. واقعا یه قشر زحمتکش کم توقع رانده شهری. حالا من وارد خودروها نمیشم، چون بخش مهمی از خودروهای ما تو همین تر انشالله باید نوسازی بشه. خودروهایی داریم که پدر راننده در میاد دندش رو جا کنه، تو سربالایی، تو سرازیری، تو برف، تو گرما، اوف بساطیه. یک اشکال پیدا میکنه وسط بیابون با بار، بعد بذاره را بیفته بره شهر، قطعه عوض کنه بیاد دوباره را بندازه بره داخل شهر، حمل و نقل شهری. اگه آدم انجام داده باشه میفهمه، چون من انجام دادم میفهمم یعنی چی. تو ظهر تابستون تهران شما مردم میخواید جا به جا کنید، با تاکسی، با اتوبوس، با مینیبوس، با ون، ببینید چه خبره. یکی رو شیشه رو بده بالا کولر رو روشن کنه، باید شیشهش پایین باشه مسافر رو بفهمه کجا میخواد بره. بعد میاد توی خیابونای شلوغ، یکی بوق میزنه، یکی میپیچه جلوش، موتوری میاد. یه روز دو روز که نیست، یه ساعت دو ساعت نیست، روزی 12 ساعت 15 ساعته، درسته، ماهی 30 روزه، سال 12 ماه. حالا تو همین قسمت که جناب علی از حمل و نقل شهری اشاره فرمودین، من میخوام یه سوالی رو با همین ادبیات از خدمت جناب علی داشته باشم. یکی از اقدامات جالب و ماندگار جناب علی در زمانی که شهردار تهران بودی، تعبیه این دوربرگردون ها بود که بسیاری از به اصطلاح گره ها رو حل میکرد. حالا به تعبیری اگر تو اجرای این طرح هم به یک بروز مشکلاتی بر بخوره، به یک به اصطلاح اشکالاتی بر بخوره، یه دوربرگردون های اقتصادی توش دیده شده که بتونه اونها رو جبران بکنه؟ حتما. ببینید هر جا مشکلی پیش اومد مردم خبر بدن. ما پیش بینی کردیم، گروه های تخصصی میرن مشکل رو برطرف میکنن. بله، یعنی واقعا مشکلی نیست که قابل حل نباشه. بله. ما تا اونجایی که میتونیم تا جزئیات جلو رفتیم، اما نمیگیم ما عالم دهریم، همه چیزو میدونیم. درست. یه جای مشکل کشور بزرگی، 75 میلیون جمعیت، اقتصاد بزرگ، ده ها هزار فعالیت در کشور هست، یه جای مشکلی پیش میاد میگن میریم برطرف میکنیم. یعنی از نظر ما از این به بعد هیچ مشکلی نیست که نتونیم حل کنیم در قضیه هدف کردن. و اگر یه جای یه کسی یه اقدام نامناسبی بکنه، این انگیزش اقتصادی نیست. دقت کنید، انگیزش اقتصادی نیست، چون اقتصادی باشه ما پیش بینی کردیم. اگر هم پیش بینی نکردیم، آمادگی داریم بلافاصله بریم در محل کمک کنیم، مشکل رو برطرف کنیم. مثلا یا آماده باشه، کل دولت هست، کل استانداران، فرمانداران، مدیران، همه پای کارن، آموزش دیدیم. بله. اما من میخوام از همین راننده های عزیزی که این همه زحمت میکشن دوباره خواهش کنم، این ترمال خودشونه، این همچین نون حلال بردن، یعنی با این همه زحمت برای چی میکشن نون حلال رو تو خونه. درست. تو این طرح هم همونطوری که با هم قول و قرار گذاشتیم، من میخوام اون پیشگام اولیه راننده ها باشن، اصناف باشن، صنعتگران باشن. بعد ما یه افتخاری خلق کنیم مال همه ملت، همه در شریک، همه تا ابد افتخار کنیم، ثبت بشه به نام ملت ایران که آقا این طرحی که دیگران با اما و اگر و بالا پایین و بخشی از مردمشون از دست دادن، فقر تو جامعه اضافه شد، این طرح اجرا کردن. ما میخوایم به عکس عمل کنیم، ما میخوایم فقر شکم بشود، تورم شکم بشود، اقتصاد شکوفا بشود، همبستگی و دلبستگی زیاد بشه، دلها به هم نزدیک شه. چرا؟ چون میخوام عادلانه اجرا کنیم.
مال خود مردمه، از رسانه ها، از سیاسیون. خب میگم این ترک مال احمدی نژاد و این دولت و اون دولت و این نیست، این تر مال همه یه ملت، مال تاریخ یه ملت. کمک کنید کار بره جلو، همه برنده در این تر، همه کمک کنن، آرام باشه فضا. پیشنهادی دارید بدید، فقط ایراد گرفتن که کار درست نمیکنه. هی بگیم آقا این کار بعد این کار. من دیدم مثلا شما آلودگی هوای تهران، خب هوا آلوده شده، همه ناراحتیم دیگه، واقعا همه ضرر دیدن. 25 روز هوا یا 20 چند روز اومده کم سابقه، متوقف شده. مردم همکاری کردن، زوج و فرد شد، همه همراهی کردن، گفتن ماشین نیارید، اکثرا نیاوردن. ولی ما فرض کنیم مثلا هیچ ماشینی نیاد، همین تنفس مردم توی فضای بسته که قفل شده، خود این آلودگی دیگه. درست. همش آلودگی گازهای سمی خارج میشه از نفس آدم. خب من دیدم بعضی هر طرحی که یه عده‌ای هم ستاد بود تو مسئولی، دائم فکر میکردن یه کاری بکنیم یه تغییر جزئی درست کنیم. من دیدم بعضی ها همه این کارها رو مسخره میکنن بدون اینکه خودشون پیشنهادی بدن. خب چه این چه چیزی واقعا؟ شما تو همین کشید، تو همین خانواده، فکر کن و حل بده، پیشنهاد بده. ما که گوش شنوامون زیاده که همه رو گوش میگیم میبریم. این مسئولین هم که مال خود مردم هن، که درست. مردم انتخاب میکنن، دو سه سال دیگه یکی دیگه میاد، دولت دیگه میاد، اون یکی میاد، اون یکی میاد، اون یکی میاد. بقیه این زمان مال ملته، فرصت مال ملته. درست. من خواهش میکنم همه کمک بکنن که این کار بتونه انشالله جلو. انشالله. آقای دکتر، در طول این 30 سال، 31 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ما همواره شاهد بودیم که واقعا این مردم از جان مایه گذاشتن برای حفظ دستاوردهای انقلاب و کشورشون. هر جایی که واقعا دولت‌ها کمک خواستن از مردم، مردم به صحنه اومدن، کمک کردن در جهت پیشبرد تصمیمات و سیاست‌هایی که دولت اتخاذ کرده. انشالله به نظر میرسه که در این مرحله هم، در اجرای این قانون هم، انشالله همه مردم های دکتر کمک خواهند کرد. شکی در این نیست. و خب ما خب در رسانه هستیم، افکار عمومی رو دائم رصد میکنیم، بازتاب نظرات مردم رو دائما داریم، حاکی از همین موضوع هست. اما آیه دکتر، مردم بعضن این سوال رو میپرسن که ما با به اصطلاح آزادسازی قیمت ها، با این مبالغی که دولت در حساب ما واریز کرده، ما کاملا خیالمون راحت باشه که اگر هزینه های جاری مثل آب، برق، مثلا گاز، این حرفا رو پرداخت کردیم، باز یه چیزی تش میمونه که ما روش پسندازی بکنیم، سرمایه گذاری بکنیم، یا یر به یر میشه و به قول معروف چیزی دیگه تای حساب نمیمونه. این اگه جناب عالی یه مقدار دقیق تر برای مردم توضیح بدید. سوال خوبی رو مطرح کردید. قبلا من پاسخ دادم به این سوال، ولی مجدد من اینو طرح میکنم. الان دهک یک خانوار ما، دهک یک درآمدی کشور، ما که پایین ترین درآمد کشور دارن، به طور متوسط در ما چقدر درآمدشون؟ 130,000 تومان، 135,000 تومان، که بخش عمدهشون تحت پوشش نهادهای حمایتی هست. متوسط خانواده 4 نفره. الان ما چقدر اختیم به حسابشون؟ 4 تا 8 تومن. نه اشتر تومن 2 ماه، من 1 ماه رو میخوام حساب بلد. کنم 162,000 تومن توی 1 ماه ما ریختیم به حسابشون. درست. هزینه های آب، برق، اینا که اصلا آب برق گازی مصرف نمی کنن، اصلا دیگه حد اقلان کف کفن اینا. درست. تازه ما میخوایم بعضی ها تو جامعه مصرف کنن یه مقدار، سر جمع باید کاهش پیدا کنه. دهک دهم که اصلا مصرفی نداریم، باید یه خود بده گوشت بخره بخوره، میوه بخره بخوره، به بهداشتش برسه، به سلامتش برسه، تو خونش نونوار کنه، بلکه یه یخچالی هم تو خونش باید پیدا بشه. حق مسلمش. پیشبینی های ما اینه که مثلا تو این دهک افزایشی که اتفاق میفته، جهشی که اتفاق میفته، یه جزء بیشتر این هاست چون اینا درآمدشون کمه، مثلا 10% 13,000 تومان به هزینه های فعلی اینا اضافه میشه. بله. یعنی 150,000 تومان میمونه، اینه باید خرجه دیگه بکنه. هرچی دهک ها میره بالا، این فاصله کمتر میشه. با محاسبات ما
تا دهک ششم الان مثبت. ما اومدیم تأثیرش رو سایر کالاها حساب کردیم. ما دقت کنید، فقط نمیدیم بگیم آب و برق و گاز و نمیدونم گازوئیل و بنزین، نه، این فقط تو اقتصادی اثری میذاره، اونا رو هم پیش بینی کردیم. تا دهکشو مثبت، دهک هفتم و هشتم با یه مختصر صرفه جویی اونا مثبت میشه. اون شش دهک هر چی صرفه جویی کنه که ما فکر میکنیم از دهک سوم به بعد خوب میتونن صرفه جویی کنن، بیشتر میمونه براشون، مثبتن. اون دو دهک آخر که بالاترین درآمد جامعه هست، اون که اصلا رفاهش کم نمیشه، یه مقدار جمع کنه، باز همینطوری خرج نکنه، یه ذره جمع کنه، اونم سود میبره. که تازه اقتصاد وقتی شکوفا شد درآمد اونم میره بالا دیگه، تولید وقتی رفت بالا، سرمایه گذاری رفت بالا. من یه مثال زدم، اون تازه این پولی که دادیم به مردم چیکار میکنن؟ اینا خرج میکنن دیگه. خرج کردن یعنی چی؟ دوره اقتصاد میچرخه، اقتصاد چرخید، اون دو دهکم سودشو میبره. درست شو؟ کاملا سودشو میبره. پس کسی ضرر نمیکنه، هیچ کس ضرر نمیکنه در این تر. همون قول قراری که با هم گذاشتیم، اگه مثلا با فلان کارخونه قرار گذاشتیم 3% شما بعد قیمت رو تغییر بدی، حمل و نقل گفتیم آقا مثلا تو حمل و نقل بعد مثلا 10% تغییر بدی، همون رو رعایت کنن، همه سود میبرن، هیچ کس ضرر نمیکنه. اگرم احیانا جوری چرخید که یه قشری آسیب دیدن، دست نزدن به قیمتاشون، اطلاع بدن، ما میریم جبران میکنیم، پیشبینی کردیم، میریم جوری براشون پشتیبانی میکنیم، در عوامل و نهادهای تولید و خدمات کمکشون میکنیم برای که اونام به سوددهی برسن. لازم نیست کسی خودش سر خود بگه حالا که مثلا مال من چه شده پس من 30% میذارم رو قیمت جنسم، نه، این کار رو نکنید، اطلاع میدید، ما میان بررسی میکنیم. اگر واقعا در اون بخشی که شما کار میکنی به هر دلیل کارخونه هنوز درست نشده، ماشینات فرسوده است، هنوز نتونستی جفت و جور بکنی، ما کمکت میکنیم. ما کمک میکنیم، پس یه مکانیزمی طراحی شده برای این تمام. برای تمام، ببینید همه ملت بعد از این ترسود ببره، منتها طبیعی است وقتی یه طرحی 50 سال اجرا شده و ناعادلانه. این ناعادلانه میگم مردمی که مصرف کردن مقصر نبودن ها، دقت کنید، ما میگم اون دو دهک جامعه چون 30 برابر دو دهک پایین مصرف کرده پس اون مقصره، نه، ما نمیخوام محکوم کنم، مقصر نیست، سیستم اقتصادی اینطوری بوده دیگه. درست، او هم اگر مطلع میشده که اون مصرفش به ضرر جامعه است حتما اصلاح میکرده، کشورش که دوست داره، کشورش رو دوست داره، روش ناعادلانه بوده، این فاصله رو درست کرده. یعنی ما کسی داریم در همین تهران ماهی 6000 متر مکعب گاز مصرف، یعنی یه شخص حقیقی، یه خانواده، یه خونه. این کنترل قبضه ها، قبض صادر شده است. کسی هم داریم در این کشور که در ما 50 متر مکعب نمیتونه مصرف کنه. تو همین تهران متوسط 3-4 دهک پایین ما 200 متر مکعبه، تو زمستون 300 متر مکعبه. تقسیم کنید 6000 به 300 میشه چند برابر؟ 20 برابر. به 200 میشه 30 برابر. به 50 میشه 120 برابر. این 120 برابر یه موقعی ما میگیم مشکلی به وجود نمیاد، نوش جون همه مصرف کنن، اما یه موقع موجب اختلاف طبقاتی میشه. همین اختلاف طبقاتی که داریم، اگر تمام سیاست‌های اقتصادی ما درست بود، یعنی سایر سیاست‌ها همه درست و عادلانه بود، همین سیاست یارانه ناعادلانه باشه، شما طی 50 سال حساب کنید 70% یارانه به 30% رسیده، 30% به 70%، یعنی 30% جامعه 2.5 برابر حق خودش مصرف کرده، 70% جامعه 0.4 برابر خودش. خود همین چه فاصله طبقاتی درست میکنه؟ یه دریا فاصله، یه دره عمیق. اینی که من یه شب گفتم، حالا انشالله عزیزان ما در صدا و سیما برن اینا رو به تصویر بکشن،
من دیدم در جاهایی، من ایرانو دیدم همه جاشو، الانم که میرم ارتباط، یه شاید تنها مسئولی در تاریخ این کشوری که همه جای ایران فعلی رو دیده، روستا رو دیدم، شهر رو دیدم. به خدا من دیدم کسانی رو که 20 سال، 25 سال، 40 سال میوه نخورد. اصلا میتونم تصور کنید؟ واقعا دردآور بود. بچه میدوید خودشو برسونه به من، من وایسادم، داشتیم میرفتیم سوار هلیکوپترش، بچه اومد 12-13 سال، نگاه کم اصلا لباس نداره، کفش نداره، کفش نداره. وقت جالبه، این بچه وقتی مراجعه کرد به من نگو یه کمکی به من کن، نگو خانواده ما فقیره، گو آقا این مدرسه ما سقفش داره میرسه. به خدا من حاضر بودم اون موقع جونم رو بدم که وضع زندگی نوز شد. کم نیستن اینا. این فاصله کجا پیدا شده؟ اگه ما همین یه چهارمه رو فقط صرف جوی کنیم، همین یه چهارمه رو همه کمک بدیم، اون 6000 تایی بابا 3000 تا مصرف کن، 2000 تا، حالا لازم نیست هر روز بری استخرتو گرم کنی، هفته یه روز برو، این مال ملت، بذار آباد کنیم کشور. زیبایی زندگی اینه که همه با هم باشیم. ما مسلمانیم، ما پیرو پیامبریم، ما پیرو امیرالمؤمنینیم، ما پیرو حسین ابن علی و حضرت زهرا هستیم. اینا روزه گرفتن بدون سحری، افطاریشون رو 3 روز بخشیدن. ما باید کمک هم باشیم، بریم برسیم این کشور رو آباد کنیم. هنوز در روستا ما الان 1 میلیون خونه روستایی نوسازی کردیم، اما هنوز 2 میلیون خونه نوسازی نشده است، غیر از جوانای روستا که باید خونه دار بشن. برای درست کنیم میشه. من گفتم فقط یه چهارمشو، 30,000 میلیارد. به خدا ایران ظرف 5-6 سال خودشو به پای کشورهای پیشرفته دنیا میرسونه، در صنعت، در اقتصاد، در کشاورزی، در آبادانی میتونه برسه. خب این روش ناعادلانه باید اصلاح بشه. بذاریم 30 سال دیگه همه برابر ببرن. اگر بخوام عدالت واقعی رو اجرا کنیم و اگر میتونستیم شناسایی کنیم کی چقدر، شخصش رو شناسایی کنیم کی چقدر برده، باید 50 سال هم معکوس عمل میکردیم ما. اما حالا ما میگم اون هیچ. بیاید 30 سال یک نواخ مصرف کن، پول بده تو جیب مردم، بذاریم چاله ها پر بشه، کشورمون آباد بشود. تو ایران با این همه ثروت نباید یه جوان دنبال کار بگرده، نباید لنگه یه مسکن باشه، نباید برای یه مریضی یه خانواده ساقط بشه. بعد همه بیمه باشن، بیمه تکمیلی باشن، بیمه طلایی باشن. داریم ثروتو، داریم میسوزونیم بی جهت، رفاه هم نداریم. همون اضافه سوختشو کنترل کنیم، بذاریم مشکلات کشور حل بشه ان شاء الله. آقای دکتر، در خلال فرمایشاتتون خبرهای خوش مختلفی رو ارائه فرمودید، اما مردم منتظرن که اون خبر خوش اصلی رو هم بشنون از زبان جناب عالی، و اون این که به اصطلاح لحظه آغاز مرحله نهایی این قانون دقیقاً چه روزی، چه تاریخی و چه ساعتی خواهد بود ان شاء الله. همونطور که اشاره کردم قانون از مدت‌ها قبل شروع شده، بخش عمده قانون اجرا شده. آزادسازی ما الان نداریم، ما یه مقدار اصلاح قیمت داریم. بله. تعدیل آزادسازی در مرحله نهایی است. بله. چون هنوز ما باید چند مرحله بریم جلو. ما به اندازه این که امسال در بودجه پیش بینی شده، انشالله ستاد که مستقر هست اطلاعیاشو آماده کرده، بعد از این گفتگوی ما انشالله اطلاعیه رو خواهند داد. بله. انشالله از ابتدای یک شنبه 28 بله، یعنی امشب که تمام بشه، از آخر شب امشب کار رو شروع میکنن. سهم بنزین ریخته شده، هم با قیمت جدید سهمیه شارژ شده، هم با قیمت قبلی ما اضافه دادیم، برای گازوئیل دادیم. نیاز این که کسی بخواد 20 لیتر 50 لیتر 200 لیتر خونه ذخیره کنه نیست. نمیارزه در بین 70 میلیون خدایی نکرده در یه گوشه یه حادثه پیش بیاد، یه نفر یه لکه رو دستش بیفته. واقعا نمیارزه. من دیدم در یه خونه 5 تا بچه اومدن پیش من، دختر بچه بذار کوچولو، آتش سوزی تمام صورت این عبین رفتم.
دستش نبرفت. الان 3 ساله که ما هی میفرستیم عمل پلاستیک اینا رو، هی عمل جراحی میکنن، هی تازه بازم قیافه عادی نیست اصلا، خیلی فاصله داره تا عادی بشه. خدای نکرده حادثی، تازه گیرم حالا یکی از 500 لیتر بود مصرف کرد، ذخیره کرد. خب حالا چی میشه؟ 5 روز، 10 روز، 1 ماه، 2 ماه، بعدش چی؟ این تطر دراز مدته. همه با هم داریم میریم جلو دیگه، همه به حق خودمون قانع باشیم. آقا سهم شما اینقدر، این که به سهم خودمون قانع باشیم برکت میاره تو کشور، همه سود میبرن، امنیت میاد، آرامش میاد، دلخوشی میاد. چرا باید بیمارستان های ما پر باشه؟ چرا؟ اگه همه به حق خودمون عدالت رو اجرا کنیم، واقعا اینقدر بیمارستان لازم داریم؟ به خدا نداریم، این سنت خداست. بیت پولو جمع کنیم بعد خرج بیمارستان کنیم؟ چرا؟ بله یه جام لازمه باید خرج کنیم، دولت هم باید بیاد یک کسی 50 میلیون هم ممکنه خرجش بیده تسلمش. بله حوادث هست، مریضی هست، اما بسیاری از اینا ناشی از اینه که ما به حق خودمون قانع نیستیم، عدالت رو رعایت نمی کنیم. طرف ذخیره میکنه، از کجا میدونی اینو زدی تو ماشین رفتی بیرون چه اتفاقی برات میفته؟ به همونی که عادلانه است، خدا میخواد، همین طبیعی زندگی بکنیم، راحت زندگی میکنیم. ضمن اینکه این تر برای همه است، انشالله بعض همه خوب خواهد شد به لطف خدا. بالاخره تا روزی که بنده هستم در خدمتگذاری مردم، بدونن من طرفدار مردمم، پای مردمم. این دولت اصلا جمهوری اسلامی یعنی همین، اصلا جمهوری اسلامی یعنی پای مردم بودن، با مردم بودن، برای مردم زندگی کردن. جهات دیدیم انشالله کم اومد دوباره میریز، مال خود مردمه دیگه، با خود مردم مشورت میکنیم، جا به جا میکنیم، میبریم میاریم. شیرینیش اینه که این طرح همه با هم، چه اونایی که ثبت نام کردن چه اونایی که نکردن، همراهی کنیم، همه با هم این ایران رو ببریم بالا. به خدا ایران میتونه بره بالا، ایران باید بالاترین نقطه دنیا باشه. این شایستگی این مردمه، نباید یه ضعفی تو این کشور باشه که دیگران با اون ضعف ما رو تمسخر کنن یا ما رو دست کم بگیرن تو دنیا. چرا دست کم بگیرن؟ یه ایرانه، هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران تمدن خلق نکرده، درست. فرهنگ خلق نکرده، دانشمند خلق نکرده، به انسانیت خدمت نکرده، به ارزش‌های انسانی و الهی خدمت نکرده. ما بشینیم دیگران بخوام برای ما حرف بزنن؟ ما باید اقتصاد اول دنیا باشیم، میتونیم باشیم، این ثروت ماست. من یک چهارمشو مثال زدم برای شما. خدا مردم همت کنن که میتونن. من مطمئنم در گام دوم، به گام سوم نرسته کارخونه های ما اسلام میشه، کامیون های ما فرسوده ها میره کنار، کامیون نو میاد، اتوبوس سالم میاد، مینیبوس سالم میاد، تاکسی ها درست میشه، سیستم های گرمای سرمایش خونه ها و ادارات درست میشه. حتما میشه، این ملت ایرانه، مطلب و بیگیره میره تا سوریا، همه دنیا میدونن. ملت ایران یه چیزی رو گوشش رو دریافت کنه تا تش رو میره. ما بتونیم نصف اینو صرفه‌جویی، نمیگم از زندگی مردم بزنیم، از رفاه مردم صرفه‌جویی کنیم. اصلا ایران ظرف 5 سال گلستان میشه در دنیا، کم نیست. مقصود 20,000 میلیارد ما کار عمرانی کردیم، الان میگن در تاریخ بی نظیره. شما اگر بکنی 40,000 بکنی، 50,000 بکنی، 70,000، چه خبر میشه ایران؟ چه خبر میشه؟ ما یه گوشه بودجه رو گذاشتیم تو فناوری فضایی، به چه اتفاقی افتاده؟ الان رفتیم تو فضا ثبت کردیم خودمونو. یه ذره اینو چربش کنیم، بچه های ما ظرف 3-4 سال موجود زنده رو حتما میفرستن آسمون، میبرن تو آسمون. بچه های ایرانی هم اینا رو فکر رو بازه، اینا همتشون علویه، حسینیه. همه دست به دست هم بدیم انشاءالله. این کار باید به زیبایی به نام ملت ایران ثبت بشود. امثال ما که پای ملت ما رفتنی هستیم، همه اون نامی که باقی میمونه نام ملت ایرانه، نام ملت ایرانه. آزمایش، همه چی آزمایش. من مطمئنم ملت از این آزمایش سربلند بیرون میاد. اگرم گوشه کناری کسی ابهامی داره، چیزی اینجا سایت های اعلام کردن، سوال جواب، خود بنده حاضرم بیام بشنم تا اون سوال رو جواب بدم.
باید بریم. من اجازه بدید که تشکر بکنم. سوال دیگه دارید شما؟ خواهش میکنم. نه نکته خاصی دیگه نموند آقای دکتر. من می‌خواستم از جناب عالی خواهش کنم اگه در پایان نکته‌ای مونده که فکر می‌کنید لازم هست گفته بشه و با مردم در میون گذاشته بشه رو بفرمایید که اگه جناب عالی بفرمایید. لازم شما اجرا میشه. این مرحله اول تکمیل میشه. با نظر خود مردم ما جمع میکنیم، اگر تو مرحله اول اشکالی داشتیم، ضعفی داشتیم، و مرحله دوم اینا رو تکمیلش میکنیم. پاسپورتاش گرفته میشه، اصلاح میشه. اسلام ما این خانو ببین، کسی نمیخواد دست کسی دره. نه ملت میتونه دره، نه دولت میتونه، نه کسی درون ملت خیال کنه که میتونه زیرابی بزنه دره. کجا میخوای بری؟ تو این دنیا تو همین ملت باید زندگی کنی. تو همین دنیای همه ما تحت حاکمیت خدایی. من ندیدم، مأمور ندید، خدا چی؟ خدا که میبینه که خدا هم که رها نمیکنه. هر کاری کنیم از هر دستی بدیم از همون دست میگیریم. سنت خداست. باید نسبت به همدیگه با محبت و لطف عاشقانه زندگی زیبا میشه. من مراعات راننده تاکسی رو بکنم، راننده تاکسی مراعات منو بکنه، من مراعات مغازه‌دار بکنم، مغازه‌دار مراعات منو بکنه، تولید کننده، واسطه، بازاری، تاجر، اونی که خدمات میده، اونی که میخواد ماشین رو بشوره، اونی که میخواد ماشین رو ببره به ماشین‌شویی، احترام بذاریم، دوست داشته باشیم، کمک بدیم، انشالله این جلو خواهد رفت. در اطلاعی هایی که ستاد بیده قیمت ها رو اعلام بکنه که همین امشب اعلام میشه انشالله قیمت های جدید کالاهای مختلف. برای آب هم ما دیدیم، منتها شیب خیلی ملایمه. بله. ملایمه. باز اینو تأکید میکنم، آب و برق و گاز که در تمام جا هست تقریبا الان، روستاها هم از 50% گذشته جمعیتش، نهایت کنید انشالله روستاها هم کامل میکنیم. اینا همه پلکانی، اینا که مصرفشون پایینه قیمتش خیلی ارزونه. هر چی مصرف میره بالا اون مابود تفاوته اضافه میشه. به همه باز نمیزنیم، یک کسی مثلا 1000 متر مکعب گاز مصرف کرد بگیم از دم این قیمت، نه، پلکانی برای اون قسمت آخرش قیمت با. اینم برای تشویق مردم به مصرف پایین‌تر. مثلا مواردی که پیش بینی کردیم، خب خیلی روستاها الان نفت سفید مصرف میکنن و برای پخت و پزشون از کپسولای گاز، اینا رو پیش بینی کردیم، کوپن رفته. تا زمانی که این قیمت آزاد کامل نشه قیمت پایین گذاشتیم، کوپن نیست. چون اینکه ما تو شهر گاز کشیدیم، اون روستایی هنوز گاز نداره، نباید در حقش اچاف بشه. به اندازه مصرفش کوپن در اختیارشون میذارن، هم کپسول گاز هم نفت که بتونه زندگی بکنه. جایی که جنگلی هست جنگل رو محافظت بکنه، کسی مشکل براش پیش نیاد بخواد مثلا آسیب جنگل برسونه. تمام جهات سیادا، خب بالاخره اینا مصرف دارن، بنزین مصرف دارن، در یه فصلهایی کار میکنن، اون فصل بگذاره دیگه نمیتونه کار کنه، بعد ندیده شده. علاوه بر اینها یه مقداری نفت گاز هم در اختیار فرمانداری ها و استانداری ها قرار دادیم برای موارد پیش بینی نشده، اضطراری. یه کسی تو جاده مونده، کارتشو گم کرده، مشکلی پیدا شده، قرض میدن بعد دوباره برمیگردن. یه گوشه یه چاه کشاورزی دیده نشده، هنوز نرسیده بره مدارکشو کامل کنه، میگن آقا تو برو کارت را بنداز تا بعدن بیایم از اون سهمیه که بهت میدیم این قرضی رو برگردون. تقریبا همه جهات رو سعی کردیم ببینیم، انشالله که این طرح به خوبی اجرا خواهد شد، موجب عزت و افتخار ملت خواهد شد. من میخوام اجازه بگیرم که یه تشکر بکنم. البته تشکرهای اصلی من بعدنه، اول از ملت ایران تشکر کنم. واقعا ملت ایران بسیار عالمانه کار کرد. ما چون مطالعه کردیم کشورهایی که این کارا رو کردن، در همین بخشای اول قانون که پرحجم ترین بخش قانون مطالعه انجام دادیم، در همین جا اصلا به هم ریختگی اخشار شناسایی نشدن، مشکلات پیدا شد، اصلا بساطی درست شد، عده‌ای از مردم اصلا نابود شدن از اقتصادی. مردم ما خیلی قشنگ و متین عمل کردن، خیلی زیبا.
نه تنها هیچ مشکلی در کشور نبود، بلکه کار خیلی روان انجام شد. من از همه به خاطر همراهیشون تشکر میکنم. از اون کسایی که اسم نوشتن، حساب وا کردن، تشکر میکنم. اونم که اسم ننوشتن، همراهی کردن، ما خواهش کردیم ازشون، گفتیم شما وضع مال تو خوبه یا میتونید نیت بنویسید، نیومدن. نزدیک به 2 دهک نیومدن، خیلی زیاده. 2 دهک بله، نزدیک به 15 میلیون 14 میلیون نیومدن ثبت نام کنن. این خیلی کار قشنگه، این واقعا نشوندن هم فرهنگ ایرانی اسلامی ماست، خیلی زیباست. من از همه شون تشکر میکنم. و اونایی که از این به بعد میرن انصراف میدن، بالاخره ممکنه صحنه های فقر رو بعضیا ببینن، بگن خب این که زیاد تو زندگی ما اثری نداره، یکی از که ماهی 5 میلیون خرج میکنه، 4 میلیون خرج میکنه، 10 میلیون خرج میکنه، حتی با 2 میلیون خوب میشه تو ایران زندگی کرد، می زندگی کرد. این بذاریم بیشتر برسه به این طبقات، این فاصله ها. من از اونم که از این به بعد میرن انصراف میدن، یا یه دیگه اومدن انصراف دادن. فردی به من مراجعه کرد، گفت آقا من فقط اسم نوشتم ببینم که مسیر سیستم درست کار میکنه یا نه، میخوام انصراف بدم، چه کار بکنم؟ گفتم مراجعه کنید به سایت وزارت رفاه، راهنمایی میکنن، انصرافتون رو اعلام. حتی گفت پولم به حساب من اومده. گفتم خب برید انصراف، ممکنه ایده هم برن انصراف بدن. از کشاورزا و دامدارا که پایه اصلی اقتصاد کشورن، از اونام از صمیمانه تشکر میکنم. همراهی خوبی کردن واقعا، از این به بعد هم همراهی میکنن. از کارگران و صنعتگران، بخش صنعت ما خیلی قشنگ کار کرده، خودشون داوطلبانه گفتن ما بسته پیشنهادی میدیم، قیمت رو میاریم پایین که انشاءالله روزهای آینده اعلام بشه. قسطی میگیریم از مردم که اگه کسی پول نداره از همین هدفمند کردن میخواد مثلا یخچال بخره، ماشین آشپزی بخره، جهیزیه بخره، گفتن ما قیمت رو میاریم پایین، قسطی میکنیم مردم بتونن بخرن. از کسبه و بازاریا تقریبا تمام شهرستان ها ستاد خودشون درست کردن داوطلبانه برای اجرای تن، من تشکر میکنم ازشون. از فرهنگیان و دانشگاهیان کار کردن را این تن، جلسات گذاشتن، توجیه کردن، سوال جواب کردن، چه در طراحیش کمک ما کردن به عنوان متخصص، چه بعد پیگیری کار در جامعه و افکار عمومی دنبال کردن. دانشجویان و دانش آموزا که خیلی حساس بودن، در تمام استان ها ما رفتیم، سوال میکردن، دقت میکردن، همراهی کردن. از مجموعه سیستم حمل و نقل و رانندگان عزیز ما چند تا جلسه داشتیم، فقط من خودم چند تا جلسه داشتم، کمیته ها و مسئولین جلسات متعدد داشتن، بیانیه دادن، اعلام کردن ما همراهیم، اومدن سخنرانی کردن، استقبال کردن. بعد که نشستیم سر حساب کتاب ها و کرایه ها و اینا، واقعا همراهی کردن، اصلا با جون و دل. بعضی جا ما گریه‌مون میگرفت که چقدر خوبن این مردم، چقدر این مردم خوب هستن. من از همه اینا تشکر میکنم. از رسانه ملی، رسانه ملی انصافا خوب کار کرد، هوشمندانه کار کرد. از این به بعد حتما کارش بیشتر میشه، چون وقتی وارد مرحله آخر میشیم دیگه مردم برای اصلاح رفتارهاشون نیازمند الگو هست، نیازمند راهنمایی هست، نیازمند اطلاع رسانی درست هست. انشاءالله با همین قوت، با همین هوشمندی رسانه ملی کار رو دنبال بکنه. رسانه هایی که همراهی کردن از همشون تشکر میکنم، اونایی که از این بعد همراهی میکنن من از همشون تشکر میکنم. از همکاران خودم، بعضی ها واقعا شبان روزی کار کردن، با عشق کار کردن، با امید کار کردن. همین ایام تعطیل هر شب تقریبا ما جلسه داشتیم تا بعد از نیمه شب، دوستان ما میشستن بحث میکردن چه کار کنیم که این طرح بهتر انجام بشه، برای مردم انجام بشه. من از همه اونا تشکر میکنم. از خدای بزرگ میخوام به این همت ملت ایران، به این هوشمندی و ایمان ملت ایران برکت مضاعف بده. از رهبری عزیز تشکر میکنم که از این طرح حمایت قاطع کردن، حمایت کرد که برید انجام بدید. توصیه های خوبی به مجلس محترم کرد. از نمایندگان محترم مجلس، بالاخره در تدوین بخواه اختلاف نظر بود، بحث بود، خوب همراهی کردن. با اینکه
کار سختی بود، برای اولین بار داره اجرا میشه، به این شکل در دنیا اولین بار داره اجرا میشه، یه تجربه نوعی است. نقاط مبهم زیاد داشت، همراهی کردن، بعد تو روستاها شهرها رفتن سخنرانی کردن برای مردم، توضیح دادن مزایای طرح و ابعاد طرح رو. از این به بعد هم همکاری میکنن در قانون بودجه، در طرحهای اساسی. از همه اونها هم من صمیمانه تشکر. سلامت باشید. ایشالله آقای دکتر اجازه بفرمایید ما هم از طرف رسانه ملی این حق رو به خودمون بدیم که از طرف مردم ایران به نمایندگی از ملت شریف ایران، از جناب‌عالی و دولتتون و همچنین سایر مسئولین عالی رتبه نظام تشکر بکنیم به خاطر اجرای چنین طرح بزرگ. واقعا منصفانه بخوایم بگیم بزرگترین طرحی است که طرح تحول اقتصادی در طول تاریخ کشور میخواد اجرا بشه و واقعا باید به دولت جناب عالی، شخص جناب عالی علی الخصوص خسته نباشید گفت از طرف ملت ایران. امیدواریم که همه ما شاهد ایرانی آباد، آزاد، مستقل و سربلند باشیم. آقای دکتر من بشارت دیگه هم بهتون بدم. دولت روی طرح خیلی وقت گذاشت و یه بسیج عمومی با تمام توان بود. انشالله از اول سال آینده این توان دولت بعد از که این مرحله تموم شد دیگه تقریبا این تر مرحله بعدیش هم انجام میشه، چون همه زیر ساخته آماده است. از اول سال آینده دولت نیروش متمرکز در سه تا بخش که این سه بخش هم هر سه تاش در واقع یکیست مال مردمه: اصلاح سیستم بانکی، اصلاح سیستم مالیاتی و ایجاد اشتغال برای جوان. این هم در قالب طرح تحول اقتصادی دیگه. گام های بعدیش اینجا. گام های بعدی از اول سال من و ما میخوایم تا قبل از پایان دولت دهم. من اینو به مردم عزیز بگم. بله. یارانا هدفمند. مسئله مسکن حل. اینشان. مسئله اشتغال در کشور حل. اینشان. سیستم بانک، مالیات، گمرک اصلاح شده. اینا شدنیست. مهمترین، سنگینترینش به لحاظ وقت و انرژی این مرحله بود که با همت ملت ایران انشالله تا قبل از پایان سال انجام میشه. قبل از پایان سال باز ما میریزیم آخرای بهمن، دو ماه بعد دوباره بسیار عالی. خیلی متشکر آقای دکتر از این که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید، در اختیار بینندگان و شنوندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال کردن. من خدمت بینندگان عزیزمونم عرض بکنم ما معمولا شنبه شبها در برنامه نگاه یک با حضور مسئولین اجرایی عالی رتبه در خدمت شما عزیزان بودیم. امشب به خاطر گفتگوی زنده و مستقیمی که با جناب رئیس جمهور داشتیم برنامه نگاه یک قطعا پخش نخواهد شد، ولی به دلیل اهمیت این موضوع و با توجه به توصیه‌هایی که آقای دکتر داشتند بر همکاری و کمک بیشتر رسانه ملی، انشاءالله فردا شب ما برنامه نگاه یک رو با حضور یکی از مسئولین اقتصادی، آقای دکتر کمک بفرمایید یکی از آقایون تشریف بیارن، انشاءالله این موضوع رو بیشتر ابعادش رو برای ملت عزیزمون بشکافن. تشکر میکنیم بار دیگه از حضور جناب عالی در این برنامه، همچنین از شما بینندگان و شنوندگان عزیزی که با ما تا این ساعت از شب همراه بودید. شب بخیر، خدا نگهدار. آقای دکتر خیلی خیلی متشکرم.